تلفن داره زنگ میزنه. شنیدم. نمیخوای جواب بدی؟ نه. هر کی هست؟ خیلی سمجه. حتما کار مهمی داره. من با هیچ کس هیچ کاری ندارم. ساعت چنده؟ تو چه کار به ساعت داری؟ من کاری ندارم، ولی تو ساعت 2 باید ترمینال باشی. نمیرم. نمیری؟ نه، نمیرم. ولی تو قرار گذاشتی؟ میدونم. اما اونا تو اهواز منتظرتن. اینم میدونم. ولی نمیخوای بری؟ نه. یعنی چی؟ یعنی اینکه خسته شدم، خسته شدم، خسته شدم. از کی؟ از این دوربینا، از اون تاریک خونه، از عکاسی، از تو، از خودم، از همه مدلایی که تا حالا ازشون عکس گرفتم، از زمین و آسمون، از کوه و بیابون، از برف و بارون، خسته شدم. دیگه از همه چی خسته شدم. تو فقط از خودت خسته شدی. از خودم؟ به چی میخندی؟ به خودم، به خودم. مسخره است. واقعا که خیلی مسخره است. به صبوری و تحملم، به این همه طاقتم، اون وقتا منم مثل خیلی از پسر بچه های تخس و سرتق، وقتی با شیطونی های بچه گونم مادرم رو به سطوح می آوردم، خدا بیامرز میگفت الان دستمو میذارم در گوشم و فریاد میکشم آی مسلمونا الامان که دیگه از دست این اکبر عاصی شدم. ولی هیچ وقت این کارو نمیکرد. همون جور که من از تو و کنایه ها و زخم زبون ها و دخالت های بیجات به سطوح اومدم و نمیدونم چرا تو رو از اون قاب نمیکشم بیرون، چرا مچالت نمیکنم، چرا آتیشت نمیزنم. چرا خودم از شر تو خلاص نمی کنم؟ چرا؟ واقعا چرا؟ داری به کی تلفن می کنی؟ به تو هیچ ربطی نداره. ببخشید، می تونم با... سلام، قربان شما. نه خیر، خیلی ممنون. نه، دیگه نمی خوام. من همیشه همه وسایلم از فروشگاه شما خریدم. اگه قرار بود بازم عکاسی کنم، خب حتما. نه خیر، میخوام بفروشم. همه وسایلم میخوام بفروشم. بله، همش. دوربینا، لنزا، چراغا، آگراندیسور. بله، کامله. نه خیر، میخوام همه رو یک جا بفروشم. بله، تشریف بیارین. فرق نمیکنه، من هستم. هر ساعتی که بیاین من هستم. قربان شما، منتظرتونم. خداحافظ.
تموم شد؟ آره، تموم شد. چی تموم شد؟ تو چی رو گفتی؟ زندگی تو؟ نه، عکاسیم تموم شد. تو که همیشه میگفتی عکس گرفتن برای من مثل نفس کشیدنه. هوا کم میارم، نفسم بند میاد. اگه روزی یه حلقه عکس نگیرم میمیرم. دروغ میگفتم. به کی؟ به همه. به خودت؟ آره، به خودم. بعدش چی؟ بعد از اینکه مردم؟ تو کی زنده بودی که حالا بمیری؟ پس دروغ میگفتی. به همه دروغ میگفتی. در تمام این سالها تو نبودی، هیچی نبودی، اصلا وجود نداشتی، ولی به همه میگفتی من هستم، من زندم، دارم زندگی میکنم، دارم نفس میکشم، دارم عکس میگیرم، دارم عکس میگیرم، دارم عکس میگیرم. پس عکسای من حرف نزن. و دروغ میگفتی. عکسام دروغ نبود. ولی دروغات که عکس شده بود. تو در تمام این مدت دروغاتو عکس کردی، تصویر کردی، و تصویرهاتو، عکساتو تو مجله ها و روزنامه ها و نمایشگاه ها به خورد این مردم ساده و زود باور دادی. من هیچ وقت یک عکاس معمولی نبودم. هیچ وقت با ساده گرفتن کارم به مردم توهین نکردم. من برای این مردم زحمت کشیدم، با هر عکسی یک قسمت از وجودم و قاب گرفتم و به این مردم هدیه کردم. مگه من چند سالمه؟ یه نگاه به موهای من بنداز. جوانای همسن و سال من یه موی سفید تو سرشون پیدا نمیشه. سوی چشمامو از دست دادم، صورتم پر از چین و چروک شده، کمرم قوز درآورده. چرا؟ یه نگاه به دستای من بنداز. چرا باید تو این سن و سال دستای من اینطور بلرزه؟ برای اینکه زحمت کشیدم. عکس گرفتن کاری نداره. یه دوربین، یه حلقه فیلم و یک مدل. حالا یه خورد برین عقبتر. آها، عالی شد. یه قدم به سمت باغچه. آها، جلوتر، جلوتر، جلوتر. آها، خیلی خوب. خوبه؟ تکونه خورین؟ آها، چک چک. یه عکس گرفته شد. حالا سرتون رو بگیریم بالا، بالا، بالا. آها، عالی شد. تکونه خورین؟ اینم یه عکس دیگه. حالا برین لب استخر. چشما خمار، نگاه رؤیایی، یه لبخند ملی. آها، عالی شد. تکونه خورین؟ چیک چیک. اینم یه عکس دیگه. عکس گرفتن ساده است. به همون سادگی که تو میگیری. مشکلش فقط اون لبخند ملیحه که گاهی مصنوعی عذاب در میاد. و همون مشکل تو رو پیر کرد. مشکل من؟ تو چه میدونی مشکل من چیه؟ مشکل تو تو خودته. مشکل من زیر این پنجره است، پشت اون دره، تو خیابونا، سر چهارراه ها، تو خونه ها، تو دکونا. مشکل من این مردمه. این مردم پرتوقع، این مردم از خود راضی، این مردم حریص، بی تفاوت. هر وقت کنار این پنجره وای میستم و از این بالا به اون خونه ها و کوچه پس کوچه ها نگاه میکنم، یاد اون آزمایش پزشکیه میفتم. یک مشت موش گشنه این طرف و یه تیک پنیر خوشبو هم اون طرف. بوی پنیر موش ها رو تحریک میکنه، طاقتشون تاق میشه، دیگه نمیتونن وایستن، باید برن. ولی کجا؟ از کدوم طرف؟ تو کدوم مسیر؟ کی آدرسو بلده؟ هیچ کس. هیچ کس نمیدونه که باید از کدوم طرف برن، ولی همشون میدونن که باید برن، باید بدون. تو راهروهای باریک، تو دهلیزای تاریک، تو سرمایی که سنگ بیابونو مثل شیشه میترکونه، تو گرمایی که تخم چشم و عین تیک پیه آب میکنه، تو فراز و نشیب ها، بمبستا، بمبستا، بمبستا. پس چرا وایستادین؟ بدوین. وقتو تلف نکنین. به هم دیگه دروغ بگین، سر هم دیگه کلاه بذارین، به هم کلک بزنین، سرتون رو به چرخونین خوردین، پس بزنین. دیر به جنبین جا موندین، پس عجله کنین. دیدی پسرمو چه راحت خونه خرید؟ چجوری؟
با چه پولی؟ برای به دست آوردن این همه پول چقدر گرون فروخت؟ چقدر دروغ گفت؟ چند تا قسم ناحق خورد؟ اینش مهم نیست. اون چه مهمه اینه که الان خونش 3,000,000 تومان میارزه. یه ماشین زیر پاشه که دست به نخ 400,000 تومان مشتری داره. دیروزم تو کرج باغ قولنامه کرده. تو چی داری؟ 5 سر نونخور و 4 تومان حقوق. 2 تا اتاق اجاره‌ای و یه موتور گازی. نمیرسی. اگه بخوای با این موتور گازی بری جا میمونی. مهم نیست چجوری. معامله کن. دولتی بخر و آزاد بفروش. حروم و حلال کن. 1 تومن و 100 تومن بفروش. ولی بفروش. پول در بیار. پول پول پول. خونه تهرون، ویلای شمال، ارز قاچاق، سفر خارج. خوش بگذرون. خوش بگذرون. خوش بگذرون. خوش بگذرون. خوش بگذرون. تموم شد؟ حرفای من هیچ وقت تموم نمیشه. اون سگ سیاه هیچ وقت تو رو راحت نمیذاره. کدوم سگ؟ تو کاسه سر تو یک سگ سیاه لونه کرده. یه سگ هار، یه سگ زشت و کثیف، یه سگ تشنه و گشنه که داره با مغز تو شکم خودش رو سیر میکنه. داره مغز تو میخوره. روز به روز داره مغز تو کوچیکتر میشه و اون سگ گنده تر. میرسی به روزی که همه دنیا رو با چشمای اون سگ هار زشت و سیاه ببینی. نباید معذرت بخوام. من نباید، یعنی نمیخواستم یه همچه کاری بکنم. دست خودم نبود. نمیدونم چی شد. یهو یه جوری شدم که نفهمیدم. اصلا حال خودم رو نفهمیدم. در هر صورت ازت معذرت میخوام. معذرت میخوام. یعنی اگرم قبول دارم من کار درستی نکردم. یعنی اصلا کار زشتی کردم. ولی خب دارم صدای منو شنیدی چی گفتم؟ صدای منو نمیشنوی؟ چرا؟ میشنوی؟ آره میشنوم. درسته که من، ولی قبول کن که تو هم، یعنی روح تو چرک شده. همینو میخواستم بگم. آخه تو چرا یه همچه حرفی میزنی؟ چرا به خودت اجازه میدی که به خاطر دفاع از مردم هرچی دلت میخواد به من بگی؟ مگه این مردم برای من چی کار کردن؟ تو برای مردم چی کار کردی؟ من هیچ وقت یه عکاس معمولی نبودم. از روزی که تو عکاس خونه های 6 در 4 تهرون پادایی میکردم تا روزی که عکسامو تو بزرگترین نمایشگاه های بین المللی کنار عکسای مشهورترین عکاسای دنیا به نمایش گذاشتند، من هیچ وقت از دوربینم به جز هنر هیچ چیز دیگه ای نخواستم. منم میتونستم، خیلی خوب میتونستم خودمو بفروشم، هنرمو بفروشم، خیلی هم گرون بفروشم، ولی نفروختم. هیچ وقت با هنرم تجارت نکردم. هیچ وقت به خاطر پول کار نکردم. بودن. خیلی ها حاضر بودن که به خاطر یک حلقه فیلم من 10,000 تومان بدن.
10,000 تومان بدن که من از فیس و افاده هاشون، کسافتکاری های پنهونشون، تجملات ظاهریشون 10 تا دونه عکس بگیرم. ولی نگرفتم. هیچ وقت شرافت دوربینم و با این پول ها آلوده نکردم. نه، میدونستم دوربین من هر جایی نبود. خیلی خوب میدونستم که دوربین من مال کجاست، کجا باید این تفنگ و از غلاف بیرون بکشم، کجا باید دوربین دست بگیرم. توف توف توفنده سرمای کوههای آذربایجان، صدای کلید دوربین منو میشناسه؟ نه، از سرما مورمورم نمیشد. پنجهام بی‌حس نشده بود. نمیلرزیدم. اصلا سردم نبود. میسوختم. داشتم از سرما میسوختم. انگار یه نفر داره تو مغز و استخونام سوزن فرو میکنه. پیدا کرده بودم همون جایی رو که میرزا کوچک خان از سرما یخ زده بود. پیدا کرده بودم همون مکان، تو همون فاز، تو همون سرما، شایدم تو همون لحظه. ولی نمیتونستم. میخواستم بیستم ولی پروای یخ زدن به هم اجازه نمیداد. میخواستم راه برم ولی پاهام مال خودم نبود. میخواستم دوربینم و از تو کیفم در بیارم ولی دستم یاری نمی کرد. سنگین شده بود، باد کرده بود، انگشتام عین لبو قرمز شده بود. نه دیگه قرمز نبود، داشت سیاه می شد. داشتم از سرما سیاه می شدم. داشتم از سرما سیاه می شدم. ولی نه، من نباید یخ بزنم، نباید بمیرم. من برای گرفتن این عکس ها یک ماه تو این کوه ها راه رفتم. باید بگیرم، باید بگیرم، باید بگیرم، باید این عکس رو بگیرم. و گرفتم. برای کی؟ چی شد؟ کی فهمید؟ هوهوی بادهای داغ و حرم گرمای سوزنده کویر، صدای کلید دوربین منو میشناسه. شلاق بادهای کبیر شلاق نیست، آهنه، یا آهن داغ، یا آهن گداخته که یهو میپیچه دور بدنت، عین یه پرکا از زمین بلندت میکنه، بدن تو میتابونه، پوست و گوشت تو میسوزونه و بعدش میکوبونتت رو زمین. زمینی در کار نبود، هر چی بود موج شن بود و تنوره خاک. کویر مواج شده بود، خاک کویر پشت پشت و تپه تپه، عین نرم خاکی که با یه فوت تو از کف دستت به زمین میریزه، با
یه حرکت با تنوره میکشید و میرفت رو آسمون. ولی من از درد شلاق باد نمیسوختم. به سیل خاک، سیلی که میتونست منو زیر آوار تپه‌های خاک و شن مدفون کنه فکر نمیکردم. از مرگی که انتظارمو میکشید نمیترسیدم. لبام داغم بسته بود، زبونم مثل یه تیک چوب خشک تو دهنم سنگینی میکرد، جگرم داشت از تشنگی لخته لخته میشد. خدایا برای گرفتن عکس یک سراب من چقدر باید در حسرت یه خورده آب بسوزم؟ برای کی؟ کی فهمید؟ کدوم یک از این مردم درد منو فهمیدند؟ هیچ کدوم. هیچ کدوم درد منو نفهمیدند. تو هم درد مردمو نفهمیدی؟ نفهمیدم؟ من درد مردمو مثل یه چوبه دار به دوش کشیدم و شهر به شهر تو تمام شهرهای دنیا چرخوندم. اگه میشد با سنگ ادعا یک بنا ساخت، تو الان صاحب بزرگترین کاخ روزگار بودی. من هیچ وقت اهل ادعا نبودم. بسه، تا کی؟ داره فرصت از دست میره. چرا خودتو گول میزنی؟ قبول کن که مرد راه نیستی. من همیشه اهل جاده بودم. بذار پاها حرف بزنه. پاهای من به سنگلاخ بیابون عادت کرده. زخمای پای من سرمای کوهای یخ زده و گرمای کویر تشنه رو باور کرده. پاهای من محکم و استوارن. زانوهای من هیچ وقت لرزیدن و ضعف رو نشناختن. تو این را من هیچ وقت تعادلم را از دست ندادم. پس چرا چند دقیقه پیش تو آسفالت صاف با کله خوردی زمین؟ نه. چرا خوردی؟ نه نه نه. همه ی وسایلمو میفروشم. تو راهو عوضی رفتی. روزی که پاتو گذاشتی تو این جاده، چشمت به بلندترین قله این کوهستون بود، ولی امروز داری تو پیچ و خمه یه غار سیاه و تاریک و متعفن مثل یک پلنگ پیر و کور و وامونده. نه. مثل یک اسب عصاری. نه. مثل عقربی که اسیر یک حلقه آتش شده باشه دور خودت میچرخی. حرف نزن. میچرخی. دیگه حرف نزن. میچرخی و خوب میدونی که این آتش سوزنده است. دیگه نمیخوام صداتو بشنوم. این یأس کشنده است. نمیخوام ببینمت. این بدبینی نابود کننده است. نمیخوام ببینمت. تو هیچ کس رو نمیخوای ببینی. نمیخوام ببینمت. نمیخوام ببینمت. آره، کار درستی کردی. اصلا اون پنجره رو کور کن. جلوشو گل بمال. قفل درم محکمتر کن که مواد لای در باز شه و یه خورده نور بتابه تو آپارتمان. تو باید تو تاریکی زندگی کنی. تو تاریکی بهتر میتونی خودتو قایم کنی. ولی از کی؟ از من؟ اونم با خاموش کردن چند تا چراغ؟ یعنی تو انقدر ساده ای که فکر میکنی حتی از منم میتونی خودتو قایم کنی؟ من لزومی نداره من خودمو از کسی قایم کنم. یعنی چرا باید خودمو قایم کنم؟ چون میترسی. از کی؟ از همه. من از مردم نمیترسم. من نگفتم تو از مردم میترسی. نه، نمیترسم. ولی میترسی از من، از خودت، از سرایدار این ساختمون، از همه مردم اون محله قدیمی، همه مردم اون محله قدیمی، از اون پسر بچه‌ای که همیشه آب دماغش رو لباش بود، از نصرت خانوم که همیشه با زمین و آسمون دعوا داشت، از پسر همدنباجی که تو سیدالکریم توبه کرد که دیگه مشروب نخوره، از شیرخان که تو حرف زدن اصرار داشت همه ی دندون طلاهاشو ببینی، از اون شازده قاجار که با یه دست لباس پاره و موهای ژولیده سر کوچه میشست و به همه مردم محل دستور میداد، از خلیفه حسن که روزی یه نون سنگک ازش میگرفتی و مای 9 تومن بهش میدادی. همیشه هم مای 9 تومنش عقب میافتاد.
اون نظامی پیر و بازنشسته رو بگو که بچه های کوچه رو با سربازای پادگان عوضی گرفته بود. همچی که از در می اومد بیرون یکی از بچه ها ایست خبردار می داد و همشون عین یه دسته نظامی مرتب و منظم توی صف وای می استادن که جناب فرمانده بیاد از سربازاش سام ببینه. یادته چقدر با حیدرمو دعوا می کرد؟ حیدرمو بچه ها رو خیلی دوست داشت. همیشه تو جیباش پر از نخ و چکیش می شد و خروس قندی و آب نبات قیچی بود. جناب سرنگ به حیدرمو می گفت تو داری سربازای منو لوس بار میاری. چند وقتی حیدرمو رو ندیدی؟ حاجی رو تو ختم همه مرسع دیدم. چند سال همه مرسع فوت کرد؟ یه 7-8 سالی میشه. خدا رحمتش کنه. حاج حسین منو نشناخت. اولین دوربین رو با پول حاج حسین خریدی یادته؟ همچی که بهش سلام کردم فهمیدم منو نشناخته. بهش گفتم حاج آقا حالا دیگه ما رو نمیشناسی؟ گفت آخه من سوی چشمامو از دست دادم. گفتم من اکبرم. گفت کدام اکبر آقا؟ گفتم کمر بازارچه نبش کوچه کتپایی ها، اما خونه که جلوش دوتا درخت توت داشت. گفت ما هنوز هم همونجا میشینیم. گفتم از راه رو که میرفتیم تو دست راست اون بره باغچه زیر آشپزخونه. چطور ممکنه منو فراموش کرده باشی؟ من 2 سال تو اون زیر زمین میشستم، 2 سال مستأجر شما بودم. گفت یادش بخیر، اون اکبر آقا جوان با کمالی بود. گفتم ده حاج آقا من همون اکبرم. ولی سوی چشماشو از دست داده بود. حاج حسین سوی چشماشو از دست نداده، تو رو شناخته، خیلی هم خوب شناخته، ولی نخواسته با حرف بزنه. چرا؟ اونا فکر میکنن که تو بهشون دروغ گفتی. من؟ نگفتی؟ نه. تو بهشون گفتی من هنرمندم، من شما رو میشناسم، از فقر و بدبختیتون درد میکشم، با شادیهاتون شکفته میشم، خوبیها و بدیهاتون، دوستیها و دشمنیهاتون رو میفهمم، عشقها و تنفراتون رو میشناسم، برای مقدساتتون ارزش قائلم، حرفاتون رو میفهمم، فکراتون رو میخونم، زبونتون رو بلدم، من با زبون شما حرف میزنم. ولی بهشون دروغ گفتی. تو هم مثل خیلی از هنرمندای دیگه همچین که به مشروطه خودت رسیدی یه پشتش می نازک کردی و با دماغ سر بالا باد انداختی تو قبقب که این تماشاچی حرف منو نمی فهمه. این نمایشگاه ها برای من خیلی کوچیکه. این مردم ارزش کارهای منو نمی فهمن. نبایدم بفهمن. اون هنرمندی که مردم به سادگی میتونن حرفشو بفهمند یک هنرمند درجه دومه. رفتی که هنرمند درجه یک بشی. نمایشگاه های بین المللی، تماشاچی های جهانی، مجلات خارجی. از مردم بریدی، به دردهای مردم خندیدی، با خودت گفتی این طرف هرچی هست فقر و درد و بدبختیه و اون طرف پول و شهرت و موفقیت. رفتی که به پول برسی، اما نمیدونستی درست اون لحظه ای که از مردم بریدی اولین میخ تابوت هنر خودتو کوبیدی.
من از مردم نبریدم. دروغ میگی. من همیشه برای مردم کار کردم. دروغ میگی. به کی؟ به من. من به تو نمیتونم دروغ بگم. اینو میدونی و باز هم دروغ میگی. چرا دوربیناتو فروختی؟ ها؟ چرا دوربیناتو فروختی؟ برای اینکه میخوام از این کار دست بکشم، میخوام هنر رو بذارم کنار. من اگه هنر کلاهی که تو هر وقت سردت شد بذاری سرت و هر وقت گرمت شد از سرت برداری. نیستی، هنرمند نیستی، هیچ وقت هم هنرمند نبودی. اگه بودی هنر رو با کلاه عوضی نمیگرفتی. اگه هنرمند بودی هیچ کسی با هیچ دگنکی نمیتونست اون دوربینا رو از تو جدا کنه. من خودم این تصمیمو گرفتم. چرا؟ چون مردم حرف تو نمیفهمن؟ نه، چون چند وقته که تو نمایشگاه جایزه نمیگیری، چون دیگه عکساتو دست به دست نمیبرن. عادت کردی به اون پولها و دادن جایزه ها و اون شهرت ها عادت کردی، ولی دیگه عکساتو چاپ نمیکنن، جلو دلاراست نمیشن، دیگه از اون پولا خبری نیست. من هیچ وقت برای جایزه نمایشگاه نذاشتم. دروغ میگی. من هیچ وقت به اسم و رسم اهمیت ندادم. دروغ میگی. من هیچ وقت برای پول کار نکردم. تو همون روزی که از مردم جدا شدی رفتی که با عکسات پول در بیاری، رفتی که عکساتو بفروشی، ولی نمیدونستی که تو این راه آخرش مجبور میشی که خودت هم بفروشی. فروختی، تو خودتو فروختی، تو خودتو حراج کردی، تو رو خریدن و مصرف کردن و انداختن دور. نه، تو دیگه نیستی، تمام شدی، ته کشیدی. همون روزی که از عمه مرصع و عمو حیدر و جناب سرهنگ و اون پیر زن غرغرو و اون مرد دندون طلا و اون بچه دماغو جدا شدی، خبر مرگ خودتو به همه مردم اعلام کرد. نه، نمیفروشم. دوربینامو نمیفروشم. میخوام برم اهواز. یعنی باید برم، کار دارم. قرار گذاشتم باید برم عکس بندازم. میرم. اومدم.